سلام به شما، امیدوارم اوقات خوبی رو پشت سر گذاشته باشید، اوقاتی بهتر در انتظارتون باشه. بله، امروز یک شنبه است و ما از ماه اکتبر، نوامبر و دسامبر قرارمون بر این هست که برنامه ها رو روز یک شنبه با شما باشیم. برنامه های کانون آوا هم امروز اجرا شد و به زودی در کانال یوتیوب قرار داده می شود. از شما خواهش میکنیم که این برنامه ها رو با دوستان خودتون هم به اصطلاح شیر کنید، در میان بذارید، و اگر گاهی وقتی میبینید که ساعت برنامه ها جلو و عقب میشه و این، اگر شما توی قسمت یوتیوب تو قسمت سابسکرایب به اصطلاح سابسکرایب بشید تا ویدیو جدید میاد براتون فرستاده میشه، اگر توی فیسبوک اونجایی که نوشته فالو یا دنبال کردن، اونجا تا برنامه زنده ما شروع میکنیم به شما خبر میده. این هم از این ماجرا، چون من امروز به چند تا از دوستان گفته بودم که برنامه رو ساعت 2 شروع میکنیم، بعد متاسفانه ولی خوشبختانه متوجه شدم که باید برم در یک کار خیر، انجمن خیریه‌ای شرکت کنم، و اینه که این برنامه رو زودتر اجرا میکنیم و کوتاه‌تر، چون نیم ساعتم برنامه جمعه هفته قبل رو آمدم، یک باورتون نمیشه، آمدم یه فلایر درست کنم بنویسم برنامه من امروز اجرا نمیشه، روز یک شنبه، دیدم برای من انقدر اون کار سخته فوری پیرنمو پوشیدم و نشستم جلو دوربین. اینه که آدم به هر کاری عادت میکنه اون کار براش آسون میشه و کارهای دیگه مشکل میشه، و اون ضرب المثلی که چی میگفت، کار بیشتر و نیکوتر، راجع به بهرام گور بود که هرچی تمرین بیشتر کنی، الان یادم رفته متاسفانه. در هر صورت امروز 3 اکتبر 2021 هست، برابر هست با 11 مهر ماه 1400. هنوز از مدارس ایران اطلاع ندارم، نمیدونم، هر سال یه مشتی این عقب افتاده ها مثل رضا تنبل و دیگران پیام هایی برای بازگشایی مدارس میفرستند، امسال همین کار انجام دادن یا نه. یکی دو تا با واتساپ تماس گرفتن، به نظرم میاد که این واتساپ هم فقط برای آدم های مفتخور هست و این را هم ما باید از خیرش بگذریم. خیلی چیزا هست که میگه مرحمت فرموده ما را مس کنید، لازم نیست شما ما را طلا کنید، یا میگه که از به اصطلاح خیرش گذشتم، یا مرا به خیر تو امید نیست، شر مرسان. این واتساپ یکی از اوناست. البته یه دوستی، آخه مشکل اینه که دوستانم که زنگ میزنن شما نمیتونی اطمینان کنی که این حالا دوستته یا یکی از همین دیوونه هایی هست که بیکار بیار، معمولا معتاد، پول مفت میگیرن این ور اون ور، اروپا آمریکا، و با شما تماس میگیرن یه چیزی از اون تلویزیون میگن، با اون تماس میگیرن یه چیزی از اون تلویزیون میگن، ولی این ما میگیمش دوست. این دوستمون که تماس گیره، من بهش گفتم آقا مهم نیست، هرچی اون طرف میگه درست میگه. گفت نه آقا درست نمیگه. گفتم خب پس دیدی، خود شما به عنوان بیننده متوجه میشی، دیگه من بیام چی کنم؟ این ضرب المثلی که میگه مشک آن است که خود ببوید نه آن که عطار بگوید، این ضرب المثل ها خوبه. من اتفاقا امروز یه شعری رو برای دوستم پتیک فرستادم راجع به آسیاب به نوبت، و فکر میکردم که چقدر خوب بود اگه به ما به جای این وقتای بی خودی که تلف کردیم تو مدرسه این درس ها رو میدادن. آقا این آسیاب به نوبت یعنی چی؟ یعنی شما زرنگ بازی در نیار، برو بزن تو صف، هر کسی وایس مثل آدم نوبت رو رعایت کنه. من دیروز رفته بودم یه شهری 250 مایل رانندگی و بعد نگاه میکردم میخندیدم از این احمقایی که از جلو تو میرن این ور، میره جلو اون ماشینه، باز میاد جلو تو، باز از جلو تو میره اون ور، میره جلو اون ماشینه، میره جلو اون ماشینه، میره اون ور، دوباره میاد این ور، یه ماشین هم از تو میفته عقبتر، و یکی نیست به اینا بگه. جی گوردن لیدی میگفت، میگفت احمق، ترافیک اگه قراره الان تو این اوزا ساعت مثلا 50 مایل بره، به خاطر افراد احمقی مثل تو سرعتش شده 35 مایل، چون هی اینجوری میرین، هی اینجوری میرین، و فکر کنم اینا آخر سال مثلا به جای 30,000 مایل مستقیم رفته باشن کارشون انجام بدن، 45,000 مایل روی ماشینشون میزنن، چون 15,000 مایل هی این ور اون ور رفتن. آقای شیخی خیلی ممنون، میگه کی میتونه بگه روز ساعت برنامه اشکال داره؟
آقا سوربی یه تنه ناک آوتش میکنه، حرفشو زد باریکلا. به این میگن آدم با سیاست، هم حرفشو زد و هم از اون برم. حالا به من بگو ببینم آقا شیخی، شما که الان رو فیسبوک نگاه میکنید چه جوری متوجه میشید من برنامه دارم؟ همون قسمت فالو رو زدید؟ چون من از این بعض وقتا که میخوام نشون بدم اون چیزی که من میبینم با اون چیزی که شما به عنوان به اصطلاح ملاقات کننده این صفحه میای میبینید فرق میکنه. یه جوکی بود، طرف رفته بود بالای درخت، بعد میگه آقا از اینجا اینجوری به نظر میرسه، جوک بدی هم بود حقیقتش. این ماجرا اینه، از اینجا یه جور دیگه به نظر میرسه. اصلا ممنونم، متشکرم، خوشحالم که اینجا هستی و امیدوارم به دوستانتون هم برنامه‌های ما رو معرفی کنید. حتی اگه اونها دوست ندارن یه موضوعی میشه که بشینید در موردش صحبت کنید. و یه فیلمی من گذاشتم اون روز، گفتم اگر ازرا، بله میگه من فالو رو زدم، خب خیلی خوب، همینه که شما متوجه میشین، من ممنونم ازتون. یه فیلمی فکر کنم تلویزیون ترکیه بود گذاشته بود، یه خبرنگار رفته بود تو خیابون از مردم معمولی میپرسید که اگه اسرائیل امروز بیاد بخواد جون شما یا همسرتون رو بگیره شما بهش میگین چی؟ شما هم حق داشته باشید از شما بپرسه. مثلا از زنه میپرسید، زنه میگه جون شوهرم بگیره، 50 سال با اینم ازش خیر ندیدم. از مرده میپرسید، میگه جون منو بگیره چون بدون این زنده نیستم. بعد از یه خانمی پرسید، گفت جون شوهرمو بگیری، گفت خب چرا؟ گفت برای که من شوهر ندارم. جالب بود، بعضی از دوستان به من نوشتن که شما گفته بودی من خودم هم میگم ولی نگفتی، ببخشید اگه یادم رفته. من فکرم گفتم، من بارها تو برنامه‌ام گفتم که اگه قرار باشه امروز یا من یا همسرم یکی از دنیا برن، من ترجیح میدم من برم، چون بدون ایشون من نمیتونم زندگی کنم. واقعا میگم، حالا از لحاظ تنبلی و اینها هم نیست، ولی عادت هست. و اینکه حتما بعضی از شما همین جور هستید، یه کاری که میخواین انجام بدید هی صدا میزنید همسر جان این نمیدونم فلان چی کجاست، اون به قشنگ از اونجا بهت میگه طبقه دوم دست راست این اون و الی آخر. بعد موضوع خورد و خوراک، موضوع نگهداری بچه‌ها. حالا ما بچه‌ها ماشاءالله بزرگ شدن و رفتن، ولی خب همین نوه‌ها هم 4 تا نوه دیگه، بالاخره 2 تاشون پنجشنبه اینجا بودن، مگه میخوابن؟ وقتی میان اصلا اوتلا، اوتلا یعنی اونایی که قانون رو زیر پا میذارن. بچه ها قشنگ حس میکنن که اینجا من میتونم آزاد باشم. اصلا یه تیشرت دختر نوه من خریده، نوه دختری من خریده، نوشته هر چیزی که مامان و بابا بگن نه، ما میریم به مامان بزرگ و بابا بزرگ میگیم، اونا بهمون میدن. یعنی دیگه اصلا شده شعار. در صورت بزرگ کردن نوه ها خودش یه مشکل که نه، ولی یه کار بزرگی هست که اینم انجام میده. دوستان بعد اون ماجرای این چیزایی که من میگم ممکنه بعضی هاش تکراری باشه، توی اون نوار 30 دقیقه‌ای روز جمعه هم شما ببینید. اتفاقا من اون نوار رو بعد از این میذارم پخش بشه، یعنی به این ترتیب هست. برنامه کانون آوا، برنامه سوربی، یکی مال یه شنبه، یکی مال جمعه، که اون 30 دقیقه و این 45 دقیقه شما رو راضی کنه. بعد یه ساعت هم برنامه خوبی داشتیم با آقای منصور نظری از پاریس، راجع به فرقه ها، مخصوصا فرقه مجاهدین یا رجوی صحبت میکرد. خیلی جالبه، حتما بشنوید. و موضوعی که الان خیلی داغ هست، موضوع رزمایش یا همون مانور نظامی ایران در شمال غربی، این ماجرای کشور ترکیه و آذربایجان و ارمنستان هم یه فیلم 2 ساعته است. برید شما نگاه کنید. مثلا شما این گویا راننده های ایرانی که میخوان برن و بیان اونجا مشکل پیدا میکنن، چون یه قسمتی از نمیدونم کشور ارمنستان تو آذربایجانه، یه قسمتی تو اون، یک ببخشید این حرفو میزنم، منظورم به ترک و فارس و اینها نیست، اصلا نمیگیم خر تو خر، یک شیر تو شیری هست که بیا و ببین. گویا برای راننده های ایرانی مزاحمت ایجاد کرده بودن، پول ازشون میخواستن و اینها، که طرف گفت آقا مسئله پول نیست، ما باید روزها اینجا بمونیم بلا تکلیف و اینها. بعد ایران هم این آخوندها یه دندونی نشون دادن. دندون نشون دادن میدونید که مالکیه، حیوانا وقتی میخوان به هم بجنگن دندونش نشون میده، که من هنوز دندونام سالمه. به همین خاطر بود که تو داستانا میخوندیم، مثلا میگفت طرف روباه یا گرگ رفت دندوناشو برد سوهان زدن که آماده شکارو تیز بشه. اینم از این.
من اون روز گفتم از مسیر لذت ببرید، در مقصد هیچ خبری نیست، این رو برای زندگی سرمشق خودتون قرار بدید. داشتم با یک خانم جوان معلومه دیگه حزب اللهی صحبت میکردم و این خانم هی میگفت خب اونایی که رفتن کشته شدن، من گفتم بابا آخوندها دروغ گفتن، اینجوریه اینجوریه، این همه آدم رو به کشتن دادن، بعد اونایی که جانباز هستن یا معلول هستن مجروح شدن بهشون نمیرسن اینا. گفت نه خب اگر کسی کشته شده رفته جایی بهتر از ما زندگی میکنه. گفتم شما همینجا وایسا، شما یک بوم و ده هوا هستین یا یک بام و ده هوا هستین، از یه طرف برای مردم بیچاره و معمولی میگید اوکی اگه کشته شده تو بهشته برو خوش باش حرفم نزن، از یه طرف برای یه عربی که 1400 سال پیش کشته شده به میل خودش به خواسته خودش رفته کشته شده و به قول شما تو بهشته، الان گل به سر میمالید سینه‌تون میزنید و بلند میشید پیاده میرید کربلا با اون افتضاحاتی که میبینید. آخه تکلیفتون رو معلوم کنید، اگه این آقا تو بهشته شما چرا بلند میشید میرید کربلا، اگه تو بهشت نیست پس چرا به مردم دروغ میگید؟ خلاصه روزگار غریبیست نازنین، چه باید کرد نمیدونم. بله اینجا بهتون گفتم که هر از 17 سالی یک حیوانی میاد خیلی سر و صدا میکنه، مثل توربینای برق این بالا پرش میزنه و هم صدا میزنه و اینها، خیلی هم زود از بین میره، تو 2 هفته جفتگیری میکنن و تولید نسل میکنن و از بین میره. ولی بعدش ما دیدیم که یه چیز کوچیکتری مثل موریانا آمد، بهش میگن اوک لیف مایت، این مایت چیزاییه که دندون میگیره و اینا، و این گفتم هم نواهای منو زده هم منو زده اینا و خیلی اصلا میخاره، مثل اون وقتا بود تو بعضی از خونه ها سرخک میگفتم، من یادم خونه عمم که میرفتم میگفتیم شما چجوری اینجا میخوابیم، میگو ما عادت داریم مارم نمیزنن اینا غریب گزن، خلاصه ما رو میزد تا 2-3 روز همینجوری میخاریدیم اینها. بله چنگ و دندان نشان دادن، سلام سربی جان عزیز، آقای فرهاد زمانیان خیلی ممنون، من یه چند تا پیام از شما گرفتم روز جمعه در اون مورد صحبت کردم که اون ویدیو رو بعد از این میذارم، ایشون راجع به پیام راجع به فیلم های فارسی در زمان شاه فیلم های فارسی الان صحبت کرده، یه فیلم خیلی قشنگی که اولش هم خیلی خسته کنندن، فکر کنم اسمش هست یک بعد از ظهر سگی همچین چیزی، هر کسی اسمشو درست میدونه اینجا بنویسه، اولش خیلی خسته کنندن با این کلاگیس زشتی که سر هنرپیشه گذاشتن و فلان اینا، ولی من بعضی فیلم ها رو هی نگاه میکنم میگم ببین چی میشه. آقا یکی از قشنگترین فیلم های ایرانیه، یکی از خنده‌دارترین، یکی از اونایی که طعنه میزنه به پلیس، به این نمیدونم بسیجی ها، اصلا چی میگن، من باورم نمیشد که فیلم ایرانی اینجوری ساخته باشن، اونا هم اجازه پخشش داده باشن و من و شما بتونیم الان روی یوتیوب مجانی نگاه کنیم. فکر کنم یه بعد از ظهر سگی بود. بعد اون روز جمعه هم گفتم دیگه حالا هی نگیم، یوکی یا انگلستان 100,000 راننده کم داره، این بروس جانسون احمق وقتی که برگزیت میکرد که بریتانیا اگزیت کنه خارج بشه از اروپای ایالات متحده اروپا، فکر این نبود که اولا کرونا میاد همه چی رو اینجوری میریزه به هم، بعد ماجرای اینا که میرن حالا که برمیگردن حالا دیگه اروپایی نیستن، حالا انگلیسی نمیتونن بیان، باید مثل خارجی ویزا بگیرن اینا، به همین خاطر صفهای بنزین دعواهای تو پمپ بنزین انگلستان رو ببینید، حالا دیگه ایرانی ها پوز میدن به انگلیس که ما اینجا میریم 30 گالون نمیدونم 30 لیتر 60 لیتر بنزین میزنیم اینقدر هم پولش میدیم، حالا شما انگلیسی ها با اون دندونای زشتتون برین تو صف وایسین همدیگر رو کتک بزنید. اینم از این ماجرا. سخنرانی پامپئو در جمع مجاهدین، من هنوز فرصت نکردم ویدیوی اصلیش رو ببینم، ولی دوستان گفتن که هم به آخوندا به اصطلاح زده هم به حکومت پادشاهی، دلیلش هم اینه که خب از مجاهدین پول گرفته بوده و اونجا بوده. بله این داره ضبط میکنه، ممنونم، و این رو حتما ببینید. حالا من نمیدونم شاه اللهیایی مثل رکسان گنجی دیگران که قربون صدقه این مرده که پوفیوس کردن و بردنش کالیفرنیا و دادن بهش همه چی از خوراکی و چیزهای دیگه دادن بهش و بعد حالا این میاد میگه که ما نه حکومت آخوندی دیکتاتور رو میخوام نه حکومت دیکتاتوری پادشاهی،
حالا نظرشون چی هست؟ و در آمریکا هم هنوز مشکل کار هست، مشکل کار کارگر، باورتون نمیشه. من وقتی میرم تو این جاده ها تابلوهای خیلی بزرگ درست کردن که کلمه به کلمه نوشته که شما مثلا این روزا سرعت زیاده، با سرعت 80-90 مایل که میری میشه 130-140 مایل در ساعت که میری بتونی بخونی، میگه که مثلا ما استخدام میکنیم، بعد همینجوری قیمت چیزای زیاد میده و الی آخر، یعنی بونس میدن، پاداش میدن. و من اون روز درباره خسرو شاهی ها صحبت کردم، آقای مسعود کردار نمیکنه، این آقای کردار حرف ما را گوش، درسته اسمش کرداره ولی گوش نمیکنه. ما میگم آقا قشنگ پیغام بذار که این مسئله ساعت، اختلاف ساعتش، شما 9 صبح من میخوام به زنگ بزنم دلم نمیاد، میگم 6 صبح حالا بیدار میشی و مکافات داری، خلاصه بعد دیگه گیر کار میفتم. شما هر وقت بیدار هستی زنگ بزن پیغامتو که من الان بتونم پخش کنم. ایشون برای من توی پیامی گفته بود که، یا نوشته بود فکر کنم توی فیسبوک، که اونایی که شما میگی خسروشاهی‌ها نیستن، یه کسای دیگه هستن. نه آقا، از اینا زیاد داریم، ولی اونایی که من میگم اتفاقا همین دارا خسروشاهی و فامیلی این هستن. و من اصلا اینجا 4 تا برادر خسروشاهی رو باهاشون کار کردم، یعنی میتونم بگم اولین کسایی که اومدم تو آمریکا و با برادرم مسافرت رفتیم با یکی از اونا همین خسرو شاهی بود که بعد ما وقتی رفتیم وست ویرجینیا 3 تای دیگه شون هم اونجا ملاقات کردم، هنوزم هستن، ولی یکی دو تاشون فکر کنم فوت شده، خبر آنچنانی ندارم. اون روز در مورد طالبان یا باطلان گفتم، به نظر شما اینا باطل میشن به زودی یا نه؟ جالبیه که مجاهدین در رابطه با طالبان و افغانستان تا امروز صحبتی نکرده. آیا شما جایی دیدین که اینا صحبتی کرده باشن، چیزی گفته باشن، چیزی نوشته باشن؟ من ندیدم. اوبر، این شرکتی که شروع کرد کار تاکسی ها را اصلا خراب کرد، داغون کرد، تاکسی که مثلا سرقفلیش $100,000 مدالش توی نیویورک بود، یه دفعه شد $5,000، بعدم از بین رفت. کسی دیگه گفت مگه من مرض دارم برم تاکسی بخرم؟ مگه من مرض دارم برم امتحان پس بدم و کارت بگیرم و بیمه گرون ماشین خودم رو اینجا نشستم، بعدم میشینم تو خونه هر وقت یکی زنگ زد میرم، نه همینجور تو خیابونا بچرخم و اینها؟ اوبر بعد رفت تو کار دوچرخه، بعد رفت هی میپرن نگاه میکنن ببینن کی پول یه جایی در میاره، تو کار دیگه رفتن، تو کار دلیوری به اصطلاح خوراک و اینها، الان که مردم خونه بودن به خاطر کووید و اینها، اون رو هم به اصطلاح قبضه کرد. حالا اومده تو رنتال کار، یعنی ماشین کرایه دادن، نه اینکه ماشین با راننده بیاد در خونتون، ماشین رو میده بهت کرایه، برو 2 روز 3 روز 5 روز 10 روز، یعنی رفته توی اون قسمت. حالا چه بلایی سر اونها خواهد آورد نمیدونم، ولی ماشین کرایه اینها الان به خاطر کمبود ماشین نو، کمبود وسایل و اینکه اینها چون همه چیز اسلو شد، آروم شد، آهسته شد، ماشیناشون رو فروختن، الان ماشین برای اجاره کردن تو آمریکا نیست. آمریکایی که تبلیغ میکرد میگه آقا بیا این ماشین رو بگیر $70 بده برای یه هفته، هرچی هم میخوای مایل بزار، آقا بیا نمیدونم یه مینی ون بگیر $150 برای یه هفته، هرچی میخوای باهاش مسافرت کن، الان هیچ خبری نیست. اجازه بدین من اینجا باز، بله، اون ماجرای شالاتان بودن ترامپ هر روز بیشتر و بیشتر ثابت میشه و به جای رسید که دیگه اون آخرین نمایشی که گذاشتن اینجا که فکر میکردن هزاران نفر میاد، چقدر پلیس و اینها رفتن خرج کردن، تعداد پلیسا و خبرنگارا از اونایی که اومدن بیشتر بود. بعد تازه بعضی ها میگفتن حالا شما از کجا میدونید؟ شاید همون 450 تایی هم که میگید خیلی از اونها هم خبرنگار هستن و پلیس هایی که با لباس شخصی هستن. آقای شیخی میگه من در آزادسازی خرمشهر پایدار، جانباز 65%، جانباز اصطلاح رایج در داخل، قطع عضو شدم. واقعیت اینه که بدون اینکه عمد و موضع‌گیری بوده باشه خیلی به این قش ظلم، خیلی به این قش ظلم خاموش شد یا نشد نوشتی. تا چند سال پیش من و امثال من اگر فوق توان معمول جای کار میکردیم حقوق جانبازی را نمیدادم.
در حالت خوب حقوق کار را از حقوق جانبازی کسب میکردن. خب همین حماقتشونه، اینجوری باعث میشن یه عده‌ای که نیروی کار مؤثر هستن برن کنار. من چندین بار اینجا به اونایی که میتونستم گفتم شما اگه هی به مردم میگین بیاین سر کار، حالا که اشتباه کردین بهشون دارین نمیدونم 9 ماه 1 سال هر هفته بهشون پول میدین، پولی میدین که بیشتر از اون موقعی که کار میکرد، الان بهشون بگید ببین بیا برو سر کار، اون پولا رو وردار، اون وقت اینجوری میره طرف سر کار که حالا گذشت و رفت اون پول قطع کردم. ولی من اینجا نمیبینم شما نشستین به این قشر، به این قشر ظلم خاموش شد فکر کنم اینجوری که بعدش توضیح میدین. بله، و همین دختر خانم جوانی که گویا پدرش هم همین یکی از این جانبازا هست و اینها، به من میگه که خب آخونده اگه دروغ گفتن همه دروغ میگن، کی راست میگه؟ میگم خب خانم اینا وقتی اومدن گفتن شاه و اطرافیانش دروغ میگن، ما میایم راست میگیم. خب اگه اینجوری باشه حالا یه عده دیگه باید بیان اینا رو بندازن بیرون بگن اینا دروغ میگن، ولی متاسفانه اونا میان میگن ما راست میگیم. راجع به این که یک عده دیگه بیان اینا، امروز یه چیزی پخش شد به نام سهیلا، فکر کنم فامیلیش حجابه، سهیلا حجاب کفن بر تن کرده است. بعد چرا مردم ساکت هستن؟ آقا خانم مردم چه کار کنن؟ یکیتون بیاین بگید مردم چه کار کنن؟ هی فوش ندید به مردم چرا مردم ساکت هستن. مردم به این خاطر ساکت هستن که یه خواننده جوانی شور حسینی ورش میداره یا آهنگی میخونه، خودشو پدر و مادرشو یه عده رو تو درد سر میندازه. حالا چی شد؟ کجا آزاد شد؟ چند تا خوند کشته شدن؟ یکی دیگه میاد یه شاعر نمیدونم مشهدی یه شعری میگه، من نوشتم آقا دست بردارید از این بچه بازی ها، ای کاش آخوندا مثل شما خودشون رو سر کار گذاشته بودن، ای کاش فیسبوک و توییتر و اینا در زمان آخوندا بود این مسخره بازی ها. یکی دیگه یه آقا رضایی که حالا اسم اصلیش رو من نمیگم، فامیلش رو نمیگم، با چند تای دیگه اومدن ما افشاگری کردیم 7 سال. میگم خب شما خودت داری میگی افشاگری کردی 7 سال، اون تلویزیونی که هنوز سر جاشه هنوز داره پول میگیره، چه کار کردید؟ نشستید تو خونه قیافاتون هم نمیدونم جل میزنید و اینها. منظورم آقای رضا زرابی نیست چون اسمش رضا، البته رضا هم جل میزنه، که آخه بیان بگین چه کار کردیم. یکیتون بگین ما این کارو کردیم موفق بود، 4 نفر دیگه هم به شما بپیوندن، نه هی به مردم فوش بدین. برای یه نفر نوشتم آقا من تو صفحه اصلی تام نمی‌نویسم چون یه سری احمق میان اونجا فوش میدن، من از شما تو صفحه خصوصی سوال میکنم مردم باید چه کار کنن. خب شما وقتی میگی چرا ساکتین یعنی انتظار دارین یه کاری انجام بدن، انتظار شما چیه؟ این خانمی که تو زندان نمیدونم چه کار کرده، کفن بر تن کرده، که خب حالا این زندانه چجوریه که شما از زندان زنان ایران هم با خبر هستی؟ نمیدونم، هر کسی میشینه یه چیزی مینویسه. این بیلمار حرف خیلی قشنگی زد، گوه آقا من بدترین چیزی که توی این فیسبوک و اینا دیدم اینه که همه پالیتیشن شدن، همه سیاست مدار شدن. آقا قرار نیست من و شما سیاست مدار باشه، من و شما تازه اگر بریم بخونیم آگاه بشیم بعد باید یه نفر رو که سیاست مداره پیدا کنیم به اون اطمینان کنیم رأیمون رو به اون بدیم. همین یه ماه دیگه 2 نوامبر اینجا رأیگیری هست. خب بنده مثلا با شناختی که از مکالوف دارم، این آقای تری مکالوف، میخوام به اون رأی بدم. یکی دیگه نه، به اون یکی رأی میده که افتخار میکرد که طرفدار ترامپه، همچی که ترامپ بلی اپ شد مثل ماهی اومد رو آب، الان دیگه میگه نه آقا من الکی گفتم. خب برید به اون رأی بدید. خب ببینیم که آقای زمانیان میگه که خیلی پول مجاهدین به پامپو دادن که ضد پادشاه پهلوی حرف بزنه. نه، این روزا پول زیادی هم لازم نیست به یک سیاستمدار ورشکسته. بدونید پامپو رئیس CIA بوده، سناتور بوده، بعدم شد وزیر امور خارجه آمریکا، الان دیگه هیچ کاره است. بعد اینا سیاستمدارایی که دیدید میگن مثل فرش نخنما شدن، نخنما شدن. شما این جولیانی رو ببین، الان تلویزیونای آمریکا اصلا راش نمیدن. همون ترامپ شارلاتان رو ببین، الان دادگاه رو دوباره مشغول کرده که آقا به توییتر بگین به من منو بازی بده. خب مردک تو که گفتی به توییتر
احتیاج نداری. تو که گفتی میای با دوستا و یارای قاری که دارین یه چیزی میزنین که اصلا رودن، فکر کرد الان این خودشو دخترشو داماد عقب افتادش میان یه چیزی درست میکنن به جای توییتر مثلا ترامپر، بعد همه میرن عزمش میشن. دید از این خبرها نیست که اونا یه آدمای نابغه‌ای هستن. من بارها میگم اصلا اینا مثل که از کرات دیگه ای اومدن. این آقای حتی پیر امیدیار که مال ایبی هست، اون آقای ایلان ماسک، اون آقای جف بزو، اون آقای نمیدونم سوکرچیچی اسمش، اینا اصلا انبیلیویبل. شما دیروز من یه فیلمی راجع به واتساپ نگاه میکردم، شاخ در میارین که چجوری این واتساپ اومد گفت آقا یه دلار به من بدین، بعد سالی یه دلار، بعد یکی دیگه اومد بهش گفت که آقا این کاری که داری میکنی اینو آهسته میکنی، گفت یه دلار هم نگی ببین چجوری همه میان. امروز همه مجانی با هم صحبت میکنن. چرا؟ مدت ها پیش سعید به من گفته بود که شما اگر پروداکت نمیخری، یه برنامه ای چیزی نمیخری، شما خودت پروداکت اون برنامه هستی. ببین شما اگه میری ایبی یه چیزی میخری، خب تموم شد رفت، ولی اگه شما میای واتساپ استفاده میکنی، با آقای شیخی و با آقای زمانیان صحبت میکنی، چیزی ازش نمیخری، واتساپ تبلیغی هم نشون نمیده، از خودت سوال کن چرا. بعد اونو 19 بیلیون دلار فیسبوک میخره، واتساپی که اون سالی که خریدنش 1 میلیون دلار سود داشته. وقتی هم میگن سود، حالا خرج کارگر و کارمند و حقوق خودشون هم در نظر بگیرید، چرا اون 19 بیلیون میده برای این؟ برای که شما رو خریده، برای که منو خریده، اطلاعات دیگران رو خریده. برید این فیلم واتساپ رو نگاه کنید. واتساپ از همه اینا از لحاظ پدر سوختگی جلوتر هست. بذارید یه زنگی بزنیم به این اصحول چیز ببینیم. بله، حالا که گفتیم واتساپ، ببینیم این اسمشو گذاشتم اصحول. بله، میگه که چت بکاپ نمیخوان، نه آف و دان. حالا بیایم اینجا، اینجا مینویسیم اصحول. برای دوستانی که آلمان هستن همون آشلوخه. خب نه، اینا معمولا این مش آدم ترسو، اعتماد به نفس ندارن، جلو دیگران نمیتونن صحبت کنن، در تاریکی شب یه زنگی بزنن، فوشی بدن، در تاریکی خونهای نمورشون یه چیزی بنویسن، به یکی پرخاش کنن. اتفاقا یکی دیگه هم از همین شماره 45 یکی دیگه هم زنگ زده بود، یه مش نوشته بود، گفتم آقا شما اگر راست میگی بیا جلو حرف بزن. در اصل بله، اینا همش ترسو و بزدلن. بهتر اینه که آدم همونجوری که به اون دوستی که زنگ زد، آقایی که اسم یه پرنده رو خودش گذاشته و میگفت از کالیفرنیا هستم ولی شمارش 703 بود، که خود اینم یه نو سواله. در هر صورت کارمون دوستان خیلی خرابه. این مجموعه واتساپ و نمیدونم فیسبوک و توییتر و لینکدین و تلگرام و اینستاگرام و تیک تاک، و واقعا یه کسی بنویسه ببینه ما چند تا مسنجر داریم که میتونیم ازشون مجانی استفاده کنیم. و یادمون باشه هر وقت از اینا مجانی استفاده میکنیم، اونا دارن یک اینفورمیشن، اطلاعاتی رو از ما میگیرن در عوض اون. اینجوری فکر کنی، حاضری آقا 5 دلار بدی دقیقه 3 سن زنگ بزنی به دوستت اینجوری. خب اینم از این. بله، آقای فرهاد زمانیان، فیلم های ایرانی زمان شاه. میگه شاه هم اعتراضی نمیکرد، دلیلش اینه که شاه فیلم های ایرانی رو نمیدید و میگن فقط گویا یک بار یه فیلمی از وحدت دیده بوده و گفته که فیلم های این آقا رو بیارن بیشتر ببینه و اینها. و راجب وحدت شما برای من گفتید، نه آقای زمانیان، من هیچ وقت وحدت رو ندیدم، باهاش کار نکردم. من آقای ارهام صدر رو توی فرودگاه آلمان دیدم به حد یه سلام علیک، ولی اون کسی که شما میگی آقای پرویز کاردان بود که پول من رو خورد 2600 دلار و مرد رفت. حالا چون مرده، اگر خدایی هست خدا بیامرزتش، چون اگه خدایی باشه اونجا بهش میگه آقا تو چرا دروغ گفتی، به سوربی و 3 نفر دیگه آمدن کار کردن، پول گذاشتن، وقت گذاشتن، بعد شما گفتی که نه اینا پدر سوخته هستن، منم براشون کار نمیکنم، اینا رفتن، شما وایسادی اونجا کار کردی. بگذاریم،
اینم از آقای پرویز کاردان بود، نه وحدت من نبودم. ماجرای شطرنج که هندوستان درست کرده یا ایران، داستانش چی بوده؟ اون فرستاده برای بزرگمهر، وزیر انوشیروان بوده، بعد اگه اشتباه نکنم بعد اونا بازی تخته رو درست کردن فرستادن و اینها و الی آخر. بهتون گفتم که گفت ما قادر نیستیم، اینو آقای کیارستمی گفته، گفت ما قادر نیستیم چیزهایی رو که جلوی رومون هست ببینیم مگر اینکه اونا رو بذارن توی قاب. الان من به شما دارم میگم، من اینجا سه تا تابلو میبینم، اونی که توی قاب هست اون بیشتر جلب توجه میکنه. این حرف خوبی بود که از کیارستمی شنیدم، اینم بعد از مرگش دیگه، ویدیوشو من نگاه کردم. عکس اینترنت، بذارید من یه عکسی دیدم از اینترنت، اون روز وقت نکردم بهتون نشون بدم، الان بهتون نشون بدم. این عکس جالبی هست اگر بتونم پیداش کنم، in one condition، به یه شرط که بتونم پیداش کنم. کجاست عکس ها؟ در فولدر 1111. بله اینجا هم می‌نویسیم اینترنت. شما این مشکل رو دارید که بعضی از این صفحه ها اون سرچش اون پایینه، بعضی هاش این وره، این بالان، اون وره، عجب مسخره بازی در آوردم. دوستان من بهترین چیزی که میدونید که میگن یک تصویر گویای هزار کلمه هست. این تصویر رو نگاه کنید به دقت، نگاه کنید اون بالاش که نوشته لایف گول و اینا، میگه هدف شما تو زندگی یه جاییه که بذارید مثلا این خاموش کنن که بتونه باشتش ببینید اینجوری. اوکی اینجا نگاه کنید، رینبو یا همون رنگین کمان، این نوشته اهداف زندگی شما اینجاست که یه جایی باشه، بارونی اومده باشه و زمین سبز و حالا هم خورشید و ابر و رنگین کمان و همه چی باشه، اینم شما هستی. با این فکر، با این خیال، با این امید را میفتی که برسی به این، ولی سر راه شما این دره‌ای هست که به نام اینترنت. و چقدر قشنگ اینو کشیده، شما وقتی میفتی تو این دیگه راه بالا اومدن نیست، اینجوری نیست که بتونی بیای بالا، میفتی توی یه جای پهن بزرگ ولی بالا اومدن ازش مشکله. شما اینجا باشی اقلا هدفهاتو میبینی، یه دورنمایی، چشمندازی داری، ولی اگه رفتی تو اینترنت دیگه اون روز، اون وقت، اون ساعتت تموم شده. این به نظر من عکس یا نقاشی یا کاریکاتور، هرچی اسمش بذاریم، خیلی جالب و قشنگی بود. اون روز من در رابطه با کنسرت ابی هم صحبت کردم، گویا ابی هم بالاخره صحبت کرده. دیشب در همین شهر و دیار ما کنسرت خانم گوگوش بود و من نرفتم، گفتم خب یه بار دو بار گوگوش رو دیدم بسمه دیگه، چیه یه خانم 71 ساله هی بیاد آهنگای قدیمی رو بخونه، ما رو ببره تو دوران جوانیمون؟ چون داستان اینه، ما که آهنگای جدید و اینایی که از اینا که میدونید یعنی باش خاطره نداریم، خاطره داریم میریم اونجا قصه میخوریم، اینجوری بودیم اونجوری بودیم. خداییش ملا نصرالدین گفت ای جوانی کجایی که یادت بخیر، یکم دور برش نگاه کرد بگو ما جوانیمون هم پخی نبودیم. آقا ما جوانیمونم این بهشت برینی که دوستان میگن همش خیابون پهلوی و شمران و دربند و تجریش نبوده، همش کار بوده، کتک از معلم بوده، کتک از فامیل بوده، کتک از کوچه، از بچه های کوچه بوده تا بزرگ شدیم. بله میگه اصلا آقای سوربی فیلم هایی که برای جشنواره ساخته میشود همه اون فیلم ها را نمیپسندن، اون فیلم ها برای روشنفکرها ساخته میشود نه عامه مردم. حالا این فیلمی که من گفتم شما دیدین این فیلم یک بعد از ظهر، اولا رضا عطاران مثل که یکی از فیلم های اولیشه، چون تو اون فیلم نقش یه آدم جوون و دنبال زنا میفته و اینها، و چقدر از مزاحمت در ایران برای خانم ها این فیلم داشت حکایت میکرد. و حالا دیگه خودتون بعد برید ببینید که سرانجام فیلم چی شد و اینا. به نظر من یکی از فیلمای جالب ایرانیه، اگر چند دقیقه اولش خسته کننده است و اینها یکمی صبر کنید، فیلم بسیار جالبی هست. خبر ندارم که این فیلم تو جشنواره بوده یا نه. کنسرت ابی رو گفتم بهتون، ابی بالاخره اومده حرف زده، نمیدونم چی گفته، برام مهم نیست، چون اون کسی که میره کنسرت
میره کنسرت، یا خوشش میاد بار دیگه میره، یا خوشش نمیاد دیگه میگه من کنسرت اینا رو نمیرم. و به همین دلیله که اینا هی میگن خدافزیه، مردم میرن دوباره بار دیگه میان میگن خدافزیه. خب آقا نرو، خانم نرو. آمریکا میگه اگر شما یک بار به من کلک زدی، ننگ و نفرین و خجالت بر شما. اگه بار دوم شما اومدی به من کلک زدی، ننگ و نفرین و خجالتش برای من، یعنی من باید با اون یه بار کلک عاقل شده باشم. حالا کنسرت گوگوش دیروز در یه جایی بود، سالن خیلی خوبیه، میشه بگیم درست وسط دو تا بلاک، حقیقتا دو تا بلاک تا کاخ سفید فاصله داره و اسمش هست دار کانستیتوشن هال. این دار دختران، برای دختران آمریکا، دختران انقلابی آمریکا، بعضی اصلا نمیدونن، برای اون اسمش که دار هست، همه میگن کانستیتوشن ها. و خود من بارها اونجا بودم برای فیلم برداری، برای عکس برداری، یعنی ما هر وقت رفتیم اونجا پولم گرفتیم، ولی بارها هم رفتیم برای کنسرت و اینا. یکی از همون کنسرت ها کنسرت ابی بود، یه شبی اومده بود که کسی نیومده بود اینها، اونجا هم به اصطلاح اوضاع خوبی نبود، خوب اجرا نکرد، صدا بد بود، ولی کنسرت های گوگوش معمولا از لحاظ پروداکشن، تولید و اینها خوبه، صدا و اینها خوبه. و گویا گوگوش باز دیروز از مردم انتقاد کرده که شماها چرا سر وقت نمیان. گفتم اگر هنرمندان احمقی مثل شما شروع کنن سر وقت بخونن، اونا مطمئن میشن که دفعه دیگه گوگوش یا دیگران نمیگن حالا دوستان یه کم دیگه صبر کنیم تا اونایی که تو ترافیک هستن برسن. اون کسی که این محل زندگی میکنه باید بدونه ترافیک چقدره، دو ساعت، یه ساعت، نیم ساعت زودتر بیاد، ماشینشو پارک کنه، شامشو بخوره، هر کاری میخواد انجام بده، بعد بره بشینه کنسرت. شماها هستین خانم گوگوش، شماها هستین که افرادی رو که مرتباً سر وقت میان تنبیه میکنید به خاطر اون افرادی که اونوقت توی برنامه‌تون میگید چرا اونا نمیان. در هر صورت آخرین خبر این بود که گوگوش حتی نتونست 3700 تا تیکت بفروشه. برنامه اندی 19 سپتامبر در کالیفرنیا، یکی از چیزهایی که توی تبلیغش میگفت اینه که ما توی فضای باز برنامه داریم. گوگوش باید این برنامه رو توی فضای باز میذاشت، ساعت 3 بعد از ظهر، 4 بعد از ظهر، هوا هم بسیار عالی بود، نه اینکه ساعت 8 9 شب تا 12 شب توی برنامه‌ای که توی سالونی که بسته است، خیلی ها از ترس کووید نیومدن، خیلی هم همون که گفتم دیگه میگن خب این خانم بسشه، اینقدر خونه و زندگی برای خودش و بچه و نوه و اینا خرید و ساخت، بره دنبال کارش. در صورت این من نرفتم، حتی آقای کاووسی از من پرسید که چه خبر، چون میدونه که مثلا معمولا میرم و اینا، گفتم من هیچ خبری ندارم و نمیرم. البته آقای کاووسی بعد نوشته بود که من رفتم لباس گداییمو پوشیدم، رفتم دم در، $200 از ایرانی ها جمع کردم. نمیدونم شوخی میکنه یا جدی گفته، چون بنده مثلا وقتی میخوام کار کنم لباس کار دارم، حتی جایی که کار میکنم باید اون آرم اونجا داشته باشه که وقتی میریم با مردم صحبت کنیم بدونن ما مال اونجا هستیم، کلید ماشینشون رو میخوایم بگیریم، مشخصاتشون رو بگیریم، کلید ماشین بهشون بدیم، اینها میریم در خونهشون اینها. و لباس کار دارم، ولی تا حالا نشنیده بودم، نمیدونستم که آقای کاووسی لباس معمولی داره و لباس گدایی. بعدم وقتی میری اونجا مثل بیشتر اینا که اینجا هستن شما رو میشناسن، چجوری به اونا گفتی کمک میخوای؟ خب من میتونم یه کاغذ بگیرم دستم بگم مثلا الان کمک به زلزله زدگان فلانجا، کمک به هیتی فلان، مردم پول میدن، تازه وقتی هم بشناسن بیشتر میدن، ولی شما چیکار کردید؟ چون یه برنامه بود مال 2020، اون آقای جان استاسول اگه اشتباه نکنم اسمشو، اون یه برنامه گذاشت، کلا کشید سرش رو ریش گذاشت و اینا، رفت نشست دم مترو، یه کاسه‌ای هم گرفت دستش، هم کاسه گدایی، و پولی که ساخت گفت این پول من اگر کار کنم انقدر نمیسازم، گفت این مردم تشویق میکنن که من فردا نرم سر کار و بیام گدایی کنم. آقا اینجا چهار راهی هست در تایسنس کورنر، این برش والمارت، اون برش مترو، اون برش باشگاه، اون برش بانک، این گداها نوبتی وای میسن،
یعنی حالا یا یه خانواده هستن میان این میره وای میسه اون استراحت میکنه زیر پل زیر سایه نوشابه و یختون و همه چی هم با خودشون آوردن انگار اومدن پیکنیک. بیاین دروغ نمیگم، این تایسنس کورنر یکی از جاهای گرون ویرجینیا است که الان میگه آپارتمانایی که هنوز ساخته نشده قیمت 2 میلیون دلار این جوان مونا همه خریدن تموم شده پیش فروش شده. در صورت اینم ماجرای لباس گدایی آقای خواستم بگم سکویی کاووسی، اتفاقا براش گفتم که پیام بذار آقای کردار تنها نیست که ما ازش شاکی هستیم. همین آقای سعید کاووسی هم گفتم آقای این شماره تلفن 202-695-2573 زنگ بزن شب روز صبح وقت بی وقت هر وقت دوست داری راجع به هر چیزی که دوست داری صحبت کن، ما اونو تو برنامه استفاده میکنیم پخش میکنیم. با آقای کردار هم همینو گفتم، این بنده خدا زنگ میزنه من یه جایی هستم نمیتونم، ما بعض جاها که میریم تلفنمونو میذارن توی دستگاه یه جایی که اصلا موج درست میکنن که تلفنای شما کار نکنه نتونه، نمیدونم اگر روشنش گذاشتی این فون خلاصه میگن جم نه تلفناتو جم میکنه، جم انگلیسی یعنی روش سیگنال میفرستن پدر تلفنت هم در میاره. به خاطر همین من بعض وقتا اصلا تلفن رو تو ماشین میذارم راحت میرم و بعد که میام میبینم دوستان پیغام گذاشتن. اینجا هم الان هنوز خبری از آقای سعید کاووسی نیست، احتمالاً کار داره. این یه دلیل دیگه شه، چون بعض وقتا شما میگی من ساعت 1:30 که برنامه سوربی شروع میشه منم میام پیغام میذارم، یکی بهت زنگ میزنه میگه آقا فلان ماشین فلان جا راه میفته میری، بعد یادت میره. ولی اگه همون موقع بری پیام بذاری 2 صبح یادت افتاده رفتی کنسرت گوگوش اشکالاش دیدی خوبیاش دیدی، از خوبیاش بگو از اشکالاش بگو، سوربی هم اینجا پخش میکنه. و اینم از این کتاب کیلویی. اون وقتا تو ایران این ساعتا که مد شده بود بزرگ شده بود کرنومت داشت این داشت اون داشت، میگفت تا 300 متر زیر آب بری، حالا من نمیدونم کی 300 متر میری زیر آب، چون شما 300 متر زیر آب بری بدنت استخوناش خرد میشه، نمیدونم آب داخلش نمیره و فلان اینا، اولین باری هم که باتریش عوض میکردی آب میره داخلش، میگه آها این با یه چسبی میزد اون باتری عوض کنه، برگرد برو نمیدونم خشکش میکردن بعد چسب میزدن بمانه. اون وقتا میگفتن ساعت کیلویی. بذارید من این عکس رو دوباره بیارم اینجا ببینم که کتاب کیلویی میتونم پیداش کنم یا نه. امروز یکم بهتر شدم. کتاب بله بابا سال دیگر گر بمانی قطب دین حیدر شوی. آقای سوربی خان خودت اینقدر دست کم نگیر. اون بیچاره بدبختی که تو برنامهش راجع به من صحبت کرده بود راست و دروغ یه چیزایی گفته بود، شما زندگی شخصیش رو برید نگاه کنید ببینید این به دست خودش چه به سر خانوادهش آورد. بعد کلن همون اصلا نه اسمشو میگم نه صحبت میکنم، ولش کنید، آدم مفلوکیه آدم بدبختیه. کسی که میاد دروغ میگه من با سوربی داشتم صحبت میکردم، این گفت من معلم بودم بعد دبیر شدم، آقا من دانش آموز که بودم معلم بودم، بعد وقتی درسم تموم شده اون موقع که دیگه تو نمیتونی بری معلم بشی میشی دبیر، بعدم همه میدونن من شما چی هستی، شمایی که همون دوره شاه هم اومدی خارج فکر کردن تو ایران پخی نمیشی میای اینجا پخی میشی، بعدم برگشتی ایران این همه دروغ گفتی و اینها، بعدم الی آخر. بماند دوستان نام این فروشنده محمد است که بعدها کتاب فروشی خود را به جلوی دانشگاه تهران برد و من بارها و بارها نمنا اون کسی که اینو نوشته از او کتاب خریدم. او در همان زمان کتابهای ممنوع چپ را به دانشجویان میفروخت، به خاطر همین دائما به زندان میرفت، اما هر دفعه از او ساواک تعهد میگرفت و آزادش میکرد تا اینکه خمینی آمد و او را حرامزاده های آخوند تیرباران کردند. خب ببین دوست عزیز، این ساواک وقتی اینو هی آزاد میکرد این هی برمیگشت، باید بهش میگو آقا دفعه دیگه اگه برگشتی به این سادگی آزادت نمیکنیم. میدونی اونا بودن که این جاده رو صاف کردن آماده کردن برای خمینی. خمینی وقتی اومد فکر کرد اگه به این کتاب فروشی همین آزادی ها رو بده که خب حکومتش برچیده میشه. خمینی کسی بود که گفت ما کم کشتیم باید بیشتر میکشتیم، آخه چرا شما دقت نمی کنین از حرفای خودشون چرا گوش نمی کنین؟ خب
این از این برگردیم به عکسایی که یعنی برگردیم به سوربی و برنامه اینجا میگه توی تهران به ساعت‌های بی‌ارزش میگفتن کیلویی که آرم معروف نبودن مارکشونو. اینجا هم هست بهش میگن ناکداون. حتی کیفای مدلی که مثلا ورساچی و نمیدونم چی این اسماشون من بلد نیستم خیلی اینا میسازن دونه 2000 دلار 3000 دلار. شما میای اینجا طرف بهت میگه 100 دلار، بعد بهش میگی 20 دلار، میگی 40 دلار، میخری میری. ساعت هم هست همینجوری، ساعت رولکسی که 10000 دلاره نمونهشو ساخته. همین جادجودی هم مسخره میکرد یه کسی رو که رفته خریده، میگه خب تو ببین تو خودت هم جزء این سیستم تقلبی، تو اگه فکر میکردی این ساعت رولکس 10000 دلاریه حالا این داده به تو 1000 دلار، یعنی چی فکر میکردی؟ یعنی فکر میکردی 9000 دلار داری کلا سر این میذاری، یا فکر میکردی این رفته از یکی دزدیده تو داری مال دزدی میخری؟ اینه. ولی اگه بدونی ناک آوت میگن فکر کنم تقلبیه، میری میخری 10 دلار میخوای فقط جست بدی، روز اولم عقربش میفته، ای خدا از سر این فروشنده خیابون لاله‌زار تهران نگذره که یه ساعت به من فروخ 120 تومن موقعی که کلاس 11 بودم فکر کنم 120 تومن. یه هفته ای من تهران بودم، چقدر اینو نگه میداشتم، اصلا این دستم اینجوری میگرفتم که به جایی نخوره خط بیفته و اینها. از تهران که اومدم شیراز نگاه کردم دیدم دوتا عقربش افتاده داخلش. چه چیزایی رو مغز آدم اثر میذاره و هیچ وقت از بین نمیره. خب تعطیلی دولت آمریکا به خاطر بودجه، اون روزم بهتون گفتم که فعلا برطرف شده تا دسامبر. دلیلش هم اینه که حالا دیگه حتی دموکرات‌ها هم به هم دیگه دارن میجنگن و با هم موافق نیستن. یه چیزی که باید به عنوان حسن ریپابلیکن‌ها بگیم، اقلن اگر دزدی میکنن، اگر کار خلاف میکنن، هر کاری میکنن، اقلن با هم هستن، پشت هم دیگر رو دارن. حالا دموکرات‌ها که اون یکی آقای منشن مال وست ویرجینیا همیشه میره سراغ ریپابلیکن‌ها، خداشون همین خودیا هم نمیدونم خانم چی ACL AOC چی اینوس چند تای دیگه بر ضد این بودجه و اینا دارن به اصطلاح فعالیت میکنن. فیلم دایره مینا رو بهتون گفتم، اگه ندیدید ببینید. حاکی اون زمان هست، حکایت میکنه از زمان شاه، ماجرای خون خریدن تو بیمارستان و اینها چجوری بوده، و عکس ابراهیم و قربانی، این ماجرای قربانی کردن در ادیان مختلف. شما میدونید هنوز این کلمی های مرغا رو میگیرن میزنن به ساختمون و به در و دیوار. مسیحی ها نمیدونم چه بلایی سر حیوان ها میارن، مسلمان ها که اونجور. ولی بذار این عکس ابراهیم رو ببینم میتونم پیدا کنم. اینم یه نوشته قشنگی بود و اینجا باز بیایم بگیم که ابراهیم، بله بابا این هفته خیلی کارم درست بوده ها، شاید چون ابراهیم. آها نگاه کنید دوستان، این کسی که اینو نوشته میگه که اجازه بدید کامرای 3 رو براتون تنظیم کنم. اینا چون از جاهای مختلف برمیداریم، هر کدومش یه اندازه هست، یکیش افقیه، یکیش عمودیه، یکیش تو فیسبوکه، یکیش تو نمیدونم اینستاگرامه و الی آخر. اینه که ما هی باید اینو تنظیم کنیم. میگه اگر ابراهیم به جای قربانی کردن گوسفند یک کبوتری را آزاد میکرد، بنده ای را از بردگی آزاد میکرد. یک درختی را اگه میکاشت، هر سال بیش از 1 میلیارد نفر جشن آزادگی را به جای ریختن خون حیوانات جشن میگرفتن و جهان تبدیل به بهشتی زیبا میشد. کاشتن به جای کشتن. دوستان من یه جای خوندم که ابراهیم خودش به اصطلاح دامدار بوده و همه این ماجرای پسرمو برم قربانی کنم و چاقو کند بود و خدا گفت حالا این بره رو از آسمون انداخت و اینا ماجرایی بوده که بعدن بتونه برهای خودش رو بفروشه. نمیدونم تا چقدر درسته یا نه. میگه که آی سوربی، حسن یزدانی قهرمان جویباری بالاخره این چیه؟ تایلور آمریکایی رو برد و طلا گرفت. این چیه؟ تابلوره؟ چیه؟ نمیدونم. قهرمان جویباری در چه رشته ای؟
این همشهریم آقای اکبری عزیز دوستان، ما اون روز که راجع به آقای اکبری صحبت میکردیم و اینکه اگر کسی به اصطلاح اشتباهی کرده یا همسرش اشتباهی کرده، حالا با تجربه تر شدن، پیرتر شدن، هنوز هم دوتاشون تو همون حالتن، اون ازدواج نکردن، برگردن با هم با یه قطع شیرنی با یه شاخ گل و اینها. یه دوستی برای من نوشت که به این سادگی نیست و مثالی هم آورده بود که شما برو یه میخ بزن توی یک چوب، بعد این میخ رو که میکنی جای اون میخ اون سوراخه هنوز اونجاست و این سوراخه هست که هی یادآور اون میخ میشه درد و اینها، و میگه به این ساده نیست. در رشته کشتی طلا گرفت، کشتی بله همه نوشتن، خیلی ممنون. یا قهرمان جویباری بالاخره این حالا اون چیه، اون تایلور آمریکایی رو برد و طلا گرفت، من تایلور اوکی تایلر بله دیدم، میگفت که یه چیز دیگه هم بود، گفت حالا باید با آمریکا، دیروز دیدم یه جایی یا شنیدم، انقدر این خبرها زود میاد و میره آدم فکر کنه مثلا یه ماه پیش این مسابقه ها بوده، دیروز دیدم گفت که حالا باید صبر کنه فردا با اون مسابقه، در اصل بهش تبریک میگم، امیدوارم اینم نیفته تو دست انداز این که تلاش بده به امام زمان و تلاش بده به آقای خامنه ای یا تلاش بده به مردم، بعد بالاخره از یه طرفی فوش بهش میدن. مهم نیست شما چه کار کنی، اونا نشستن که فوش بدن. خانم بهیه جیلانی هفته قبل نوشته بود کار این شاولایا خیلی قشنگ خنده داره، میای از خورش قرمه سبزی صحبت میکنی اونا میگن جاوید شاه. این متاسفانه فقط مشکل ایرانی ها و سوشال مدیا نیست، این مشکلی هست که گریبانگیر تمام دنیا، 7 بیلیون نمیدونم چقدر الان رو اینترنت هستن، تمام دنیا شده، چجوری ازش عبور کنن نمیدونم. شاید بمب اتم دنیا رو به آخر نرسونه، شاید همین سوشال مدیا دنیا رو به آخر برسونه. یه نمونهش این دختر پسری که بلند شدن یه مینیون ورداشتن راه افتادن به خاطر پولی که یوتیوب بهشون میداده، به اینا میگن یوتیوبر، بعد بلند شدن رفتن و اینها. همین آقای بیلمار پرشب میگو آخه شما از خانواده اینا سوال کنید، کدام احمقی میاد دخترش، کدام احمقی میاد پسرش رو همراه یه دختر جوان بفرسته 4 ماه اینا برن شب کجا میخوابن، چی میاد در ماشینشونو میزنه، چه تو آمریکا چه کسی به عنوان پلیس میاد یا دروغ پلیسی یا پلیس واقعی به اینا تجاوز میکنه، چه کسی پولاشونو میبره، ولش کنی فقط دلشون خوش باشه که هی عکس نشون میدن از خودشون، لنگشو هوا کرده، صبح از خواب بیدار شده داره قهوه میخوره، عکسشو نشون میده و هی یه پولی، اون کسی هم که داره به این پول میده اون نمیدونه داره به این پول میده، ولی با نگاه کردن این حالا امروز نگاه کنم ببینم دیروز دعواشون شد امروز آشتی هستن یا نه، یه 2 سنتی میده، اینا خرجی ندارن، تو ون میخوابه، بعد اگه خرجی هم داشته باشه زنگ میزنه مامان باباش، بالاخره هرچی هم سنگ دل باشن براش پول میسن، سرانجامش میشه این دختره کشته میشه، جنازش رو حتی دفن نکرده، یه جایی بوده که گفت بعد از چند روز اصلا قابل شناسایی نبوده، یعنی تلویزیون نمیان بگن، ولی حیوانات اومدن خوردنش دریدنش، خود هوا 3-4 روز جنازه بیرون باشه به اصطلاح گند میزنه، اصلا از توی جنازه شروع میکنه یه مش پشه و مورچه و این چیزایی درست میشه که نگو و نپرس. در صورت اینم ماجرای این دور و زمانه. ابراهیم و عکس قربانی رو گفتم پس دیگه پاکش کنم، عکس کتاب و کتاب فروشی رو گفتم ولش کنم، و نظری ماه محرم و اینها گذشت و بیاین نگاه کنید به این خانم و آقایونی که بیشتر خانم ها، بذارید این عکس میاد اینجا، به به آمد پلیر 2 آمد نوبهار دی شد فصل یار، بله نگاه کنید این خانما حالا باید حجاب داشته باشن، از این حجاب هم یه نوع به اصطلاح چیز استفاده میکنن. ببین همین اکثر من میذارم توش اینجوری کج میشه، حالا یه عکس دیگه بذارم اینم چی میشه، اینم کج شد، این یکی صاف شد، ببینید 4 تا عکسه، 2 تاشو صاف نشون میده، اونای دیگر رو اونجوری کج نشون میده. حالا به همین خاطر من اینجا بهتون نشون میدم که رو صفحه کامپیوتر من ببینید، میگم select area، اینجا رو یکم بزرگ میکنم، بیاین اینجا کامرای 3 بله، آها
نگاه کنید این ماجرای محرم و سفریه که در ایران گذشت. مژه ها رو نگاه کنید شما، آرایش لب، آرایش صورت، و آخوند این همین که میره اونجا این یه نفر توی سپاه اونا شناخته میشه. بعد اینجام نگاه کنید دارن نظری میدن به مردم، نمیدونم چیه خوشبفت خوشبافه چی چیه، این یکی گوجه فرنگیه کنسرو. راستی چرا ما میگیم کنسرو تو ایران؟ کنسرو و کمپوت، در صورتی که اینجا فقط بهشون میگن کن. در صورت این روغن و فلان اینا بسته‌بندی میکنن نظر و نیاز، که اینا هم معمولا دیدید با چه بی‌نظمی، با چه خرط و خر و شیر تو شیری مردم میان میقاپن و میرن. ولی نگاه کنید که همین اینها تو خونه هاشون هم فرش ها رو نگاه کنید باز و این یکاد و نمیدونم فلان هست. دوستان هی الکی نیان 3-4 نفر عقب افتاده بشینید تو برنامه شما بگین 99% از آخوندا بیزارن، 99% از اسلام بیزارن. خب یکی هم مثل سوربی میگه خب پوفیوزا اگه اینجورن شما 1% چرا بلند نمیشین برید اونجا وقتی میدونین 99%. اینم از این باز یه مجلس دیگه این موز میده و شل زرد. و اینم این خانما که حالا دیگه برجستگی اندام و یقه و صورت و اینها، این ایام چون حسین مظلوم اونجا هست آزاده. پس اینایی که میگن یا حسین مظلوم چیکار میکنن؟ یه آزادی موقتی 2 ماهه محرم و سفر برای خودشون میخرن. و منی که تجربه این جشن های صاحب از زمان و اینها رو دارم، یادمه که یه عده لات و لوت و چاقوکش شبا میموندن از چند شب قبل اینجا توی اون سر تنوره بغیری ها یه چهارراهی بود، خیلی هم قشنگ بود، این ور میره برای منصوریه، این ور میره برای آسونه، اون ور برای میره به طرف شاه چراغ سرا احمدی، این ور میمد به طرف درخت افرا. خبری نشد از آقای هوشنگ شیرازی، امیدوارم سالم باشن. این کووید یه درسی ما داد که یه جورایی بده. اون روز گفتم اگه بشه یه جایی دوستان هر از گاهی فقط همون بنویسن سلام آقا من هنوز زنده هستم، واقعا این خیلی خوبه. نه سلام دوستان، این برنامه که من دارم اقلا نشون میده که من هنوز زنده هستم. ساعت 2:14 است، من از 2 تا 5 یه جایی یک چیز خیریه هست باید برم، حالا اگه اونجا بتونم فیلمی تهیه کنم و اینها ممکنه در برنامه آینده نشون بدم یا همینجوری روی یوتیوب قرار بدم. اگر اسرائیل بیاد بخواد جون شما رو بگیره یا همسرتون و شما حق داشته باشید انتخاب کنید، کیو انتخاب میکنید؟ زنگ بزنید. بعد اون روز تو برنامه گفتم که یک خانمی، فکر کنم همین خانمیه که من الان باهاش دارم کلکل میکنم، نوشته بود یک به یک فهمیده میگردند کودک هایمان سمت حیفا و تلاوی و از موشک هایمان. گفتم که خانم اگه فهمیده بشن موشک و پوشک میذارن کنار، هم موشک رو میذارن کنار هم پوشک رو میذارن کنار و میرن دنبال آگاهی، دنبال رفاه، آسایش، سر. حالا شما ببینید این ماجرای رزمایش ایران و تاجیک چیز بگید ارمنستان و آذربایجان و ترکیه. ضمناً اردوغان توی ترکیه میگن حالش بده، آقای سلیمانی هم یه ویدیوی گذاشته بود که نشون میده اردوغان همسرش بهش کمک میکنه. حالا اونم لابد مثل ترامپ بواسیر داشته یا میخواسته بره کولونوسکوپی و اینا دوباره ممکنه برگردن و همین شیطنت ها رو انجام بدن. صفحه اول یادداشتای من تموم شد. پیام های آقای اکبری شیرازی رو و اون دایی جان ناپلئون رو شنیدم. ایشون از من پرسید که دایی جان ناپلئون رو همش دیدی؟ من از همون جوونی از سریالایی که باید پشت سر هم نگاه میکردی بدم میمد. سریالی که مثل ساینفیل یه داستانی باشه تموم بشه و اگه شما نبینیش هیچ ضرر و زیانی نمیزنه، مشکلی نیست، نگاه میکنم. و 9 سال میتونم بگم بیشتر برنامه های ساینفیلد رو من دیدم. ولی دایی جان ناپلئون حالا بیام بشینم که هفته آینده نمیدونم مشقاسم چی کار میکنه، اون آقای بزن بریم سان فرانسیسکو چی کار میکنه، حوصله اینا رو نداشتم. بعد نگاهی بندازیم به تلویزیون مردم و روزنامه های ایران. دوستان از صفحه تلویزیون مردم مردمتیوی.com لطف کنید دیدن کنید حتما. خیلی ساده است، مردمتیوی.com. وقتی شما میاین اینجا
بعد اگه پیشنهادی هم دارین که این صفحه رو بیان اینجا دیگه کامرای 3 ببینید، وقتی میان اینجا تلویزیون مردم این بالا نوشته صفحه اول روزنامه های ایران، صبح تا صبح بیان اینجا رو کلیک کنید، این تمام روزنامه های ایران از آرمان ملی تا الی آخر میتونید اینجا سرتیتراشون رو بخونید، صفحه های اولشون رو ببینید، بعد با کلیک کردن روی خودشون میتونید برید مقاله رو ببینید و الی آخر. بعد اینجا شبکه های تلویزیون ایرانی رو گذاشتم، گاهی خوب کار میکنه گاهی کار نمیکنه، آگهی شما میتونه اینجا باشه مثل یه بنر، بعد بنر رو کلیک میکنیم ببره تو وبسایت شما. مثلا الان روی کانون آوا من کلیک کردم، میبینید میبره شما رو کانون آوا، ولی اگر روی موقعی که دوستمون آقای جعفری والنتاین به اصطلاح آگهیش اونجاست، اگه بذاریم ببینید بزنیم میبرتمون والنتاین موتور کمپانی. به همین سادگی با یه مبلغ و هزینه خیلی کمی شما میتونید اینجا آگهی داشته باشید، به این صورت میتونید حمایت کنید، یا اینکه خیلی ساده و معمولی حمایت کنید از طریق پیپال، از طریق وسترن یونیون، از طریق وسترن یونیون هم هیچ چیزی از شما نمیخواد، فقط اسم ما رو میخواد و بگین که توی ویرجینیا هستین توی آمریکا، همین، نه آدرس میخواد نه شماره تلفن میخواد. نگاهی به تلویزیون مردم و روزنامه های ایران، بعد صفحات خبری هست، اگه دوست داشته باشین میتونیم از هفته آینده صفحات خبری رو یه دوری بزنیم به اون بدبخت عقب افتاده. اینو میگم، تو به جایی که بیای دروغ بگی درباره سوربی بعد مردم به من زنگ بزنن، بدبخت برو یه صفحه رو پیدا کن، صفحات خبر رو بخون، همین خبرها رو که شروع میکنی خودش میشه برنامه، یه مشتی آدمی هم میان اونجا بهت زنگ میزنن، دیگه لازم نیست التماسشون کنی، من دو تا شماره تلفن میدم، سه تا زوم میدم، چهار تا واتساپ میدم، بیان تماس بگیرین، اون موقع یاد میگیری. این اشکال شما بود، و الا اشکال شما نه من بودم نه مجریای دیگه، اشکال شما این بود که شما ناخواسته آمده بودی اونجا و این نتونستی بفهمی چجوری باید جلو ببری. ما 22 سال داریم این کار رو انجام میدیم، یه روزم وقفه نداشتیم. ممنون و متشکرم. بله، پایان جنگ سرد میان عربستان سعودی و ایران. کیهان شریعت مداری خطاب به وزیر خارجه فرانسه: به قبر پدرت میخندی که غلط زیادی میکنی. یعنی کیهان یه روزنامه مملکت اینو بنویسه. اردوغان نفسهای آخر را میکشد، سرطه روده بلای جان او شده. این خبرها تازه اومده. بخشی از کتاب سلمان رشدی که همگان باید بخوانند: افشاگری یک شاهد شجاع در قلب تهران از تابستان 67 و جنایت‌های نوری و رئیسی. نوری کسیه که توی دادگاه سوئد الان داره محاکمه میشه و رئیسی هم رئیس جمهور ایرانه. شناسایی تیم ترور سپاه پاسداران توسط 15 سرویس امنیتی جهان. حالا شما ببینید، اگه اینا شناسایی شدن، شما که نباید صفحه خبرها بذاری، باید بری بگیریشون پدرشون رو در بیاری. اگر هم شناسایی نشدن، باید همینجور دنبالشون باشی تا روزی که میخوان یه جرمی انجام. خلاصه همه جا همه چی خرابه. نخستین ازدواج سلطنتی روسیه پس از یک قرن حکومت، دیروز این خبر رو شنیدم و گویا باقی مانده های این تزار و نمیدونم زار و اینها هنوز تو فکر این هستن که حکومت روسیه و اون امپراتوری بزرگ و اینها رو بیارن، نمیدونم اونم سلطنتی بوده چی بوده. در هر صورت زلزله سلطنتی در ژاپن، ازدواج عضو خانواده با یک مرد غیر اشرافی، جالب اینه که بعد از ازدواجشون میخوان بیان آمریکا. یعنی خود ژاپن هم میدونه که با اون قوانین احترامای بی خود دست و پاگی ژاپن قابل زندگی نیست. میدونید که ژاپن فکر کنم بیشترین درصد خودکشی رو داره، از بس که همینجوری کار میکنن نمیدونن برای چی. و شما میدونستید که ژاپن، اینایی که من و شما میبینیم قیافاشون اینجوریه، اینا حقیقتا از کره جنوبی اومدن اونجا، و الا خود ژاپنیای اصلی تقریبا قیافاشون مثل پرویا و مثل سرخپوستای آمریکاییه. برید درباره ژاپن تحقیق کنید. ژاپن که اینقدر میگه ما قدمت داریم و فرهنگ داریم و اینها، اینا از کره جنوبی یه عده اومدن اونجا، بعد اینا هی زیاد شدن و اون نیتیو یا
بومیان رو فشار دادن رفته بالا، اینا موندن اونجا. اینم ماجرای ژاپن. آقای نادر گرامیان، نادر گرامی گرامیان توی فیسبوکش قسمت 45مین کتابش رو به نام مستاجران کاخ سفید گذاشته و توی پیامی هم میگه که آخوندها 400 سال منتظر بودن که پادشاهان ایران اشتباه کنن و شاه ایران، دوستان دقت کنید، شاه ایران هر اشتباهی که شما بگید اون انجام داد و به قول معروف توپ رو دو دستی داد به آخوندها که برگردن به خودش گل بزنن. اینم کتاب آقای نادر گرامیان که از توی فیسبوکش نگاه کنید. و اما درباره همین رزمایش اینها در شمال غرب کشور چه میگذرد؟ رزمایش ایران، آذربایجان، ترکیه، ارمنستان، اسرائیل، اونجا خیلی اوضاع خرابه. این میخواد رد بشه باید یک کمی بره تو این خاک، بعد اونجا و اونجا اون جاده مال یکی دیگه، بعد باید پول بده 130 دلار بیاد این و خیلی شیر تو شیره. بهتره که آدم نره اون دور برا. یک آقای طرفدار رضا تنبل میگفت 7 سال افشاگری کردیم. خب چی شد؟ خب چی شد؟ حالا تو باز نشستی با دو نفر از اون عقب افتاده ها داری راجع به یکی دیگه صحبت میکنی که چی بشه؟ بازم هیچی. کنسرت گوگوش چرا سر وقت شروع نمیکنن؟ گفتم و نگاه کن سعید، بی خود نبود گفتم گفتم سعید سکویی، اینجا هم نوشتم سعید سکویی، سعید کاووسی و لباس گدایی. کلن گوگوش دیروز نتونست حتی 3700 نفر رو جمع کنه. خب یه شعر خیلی خوبی هست، آسیاب به نوبت، که از مولانان، اون براتون فیسبوک میذارم شایدم بخونمش. یه ویدیویی هست، شما نظرتون راجع به دراویش، مخصوصا دراویش گنابادی چیه؟ من خودم سنندج بودم، چه احترامی برای اینا قائل میشدم، فکر میکردم بابا این دراویش آدمن فلانن. حالا گوش کنید به دوتاشون، یکیش که مرد و رفت، یکی دیگرش ببینید چی میگه. سعید کاووسی 1500 نفر. سعید کاووسی میگه گوگوش، خب هم شما هم من میدونیم چون تو این کارا بودیم، این 1500 تام 500 تاش مجانی و دعوتی و نمیدونم خواهر نورپرداز و شوهر اون که نمیدونم گیتار میزنه و فلان اینهاست، بگو 1000 تا. دوستان این خواننده ها خودشون باید بفهمن شما چه دورتون تموم میشه، چون پیر شدی گوگوش از میکده بیرون رو و الی آخر. میگه 1500 تا، خب کجا بودی اون وقت؟ حالا بهت گفتم پیغام بذار، من میخوام اینم لباس گدایی تو چه شکلیه، منم یه لباس گدایی درست کنم. تو برنامه در موردش صحبت کردم، البته ببخشید که من زودتر برنامه رو شروع کردم. آقای سلیمانی اینجا نوشته که حسین یزدانی دلاور ایران، کشتیگیر وزن 86 کیلوگرم در فینال مسابقات کشتی جهان در اسلو فنلاند، دیوید تیلور آمریکایی بالاخره در مبارزه چهارم، این دو شکست داد، چهارم این دو شکست داد و قهرمان جهان شد و مدال طلا دست یافت. خبر خوب بعدی، 5 کشتیگیر دیگر ایران هم فینالیست شدند و امروز و فردا برای مدال طلا مبارزه خواهند کرد. به همشون تبریک میگم و اینا یادشون باشه اینا کاری به دولت ندارن، نباید داشته باشن، اینها باید با مردم باشن، به مردم به اصطلاح خدمت کنن، مدال تلاششون رو به مردم بدن. اجازه بدید من این شعر آسیاب به نوبت رو براتون بیارم اینجا. بله، حالا این سهیلا حجاب کفن برتن کرده است. سهیلا حجاب زندانی سیاسی پادشاه خواه محبوس در زندان قرچک ورامین، امروز 10 مهر ماه یعنی دیروز، کفن پوشیده و در کوریدور بند 8 زندان قرچک با شرایط جسمانی وخیم تحصن کرده است. سهیلا حجاب امروز 2 بار به خاطر وخامت حال جسمانی از هوش رفته است. دوستان آخوند که میگیره شکنجه میده، پس شما اگه عقل سلیم داشته باشید باید خودتون رو مقاوم کنید، نه خودتون رو با اعتصاب غذا و با بدبختی های دیگه ضعیف کنین که اونها هم شکنجتون بدن، بعدم بمیرید، بعدم مردت بدن دستی. والا بلا هفته آینده هیچ کدوم از اینا یادشون نیست اصلا سهیلا حجاب کی بوده، یادشون نیست اون آقای بوجما چی بود، من یادم رفت پریروزا کی بود خواننده،
باز از چیز اومده بیرون، با ضمانت و نمیدونم وثیقه اومده بیرون. بعد اون یکی دیگه شیدای همدانی، نمیدونم شیدای مشهدی، خب حالا رفتی زندان. به اونایی که هفته پیش به من فحش میدادید با بگم احمقا دیدید من میدونستم و شما نمیدونستی؟ چه اتفاقی میفته؟ میاد یه شعری میگه فحش میده، کتاب میسوزونه، میگیرن چوب تو کونش میکنن. خب این اگه عاقل باشه باید هیچ کاری نکنه که شما بشناسیش، بره هر ضربه ای میخواد بزنه. در هر صورت اگه میخواین چوب تکونتون بکنن برید، راه باز جاده دراز. در هر صورت امیدواریم این خانم هم یه نفر بشینه با منطق باهاش صحبت کنه و دست از این کارا برداره. اگه میخواین کاری هم بکنین وقتی آزاد هستین، بیرون هستین، نه وقتی تو زندان هستین. ولی از همه اینا مهمتر دوستان، چجوری این زندان متوهم اینا فیلم از توش میاد بیرون، خبر از توش میاد بیرون، مصاحبه با تلویزیونای دیگه میاد بیرون. همون فیلمی که بهتون میگم یک بعد از ظهر سگی و فلان اینا، طرف بعدن نگم چطور شد ها؟ نه راجع به زندان رفتن و مرخصی اینا هست، هفته دیگه راجع بهش صحبت کنم. لباس زیر ماشینی، ماسک، کلاه، ریش مصنوعی، کفش پشت خوابیده، به طور کلی ظاهر هر روزی، تعطیلات هم دارن. بله میگه هم داره. پس همین شد، آقای کابوسی هم لباس کارشو پوشیده. البته من ایشون رو با لباس کار هیچ وقت ندیدم. بهتون گفتم یه بار ما یه مشکلی داشتیم با یه ماشین جیپی، چند تا از دوستای خوب ما که مکانیکای رتبه یکی اینجا هستن نتونستن تشخیص بدن. یه دفعه گفتم بذار من با سعید صحبت کنم، زنگ زدم بهش، گفت کجا هستی؟ گفتم خونه. گفت من نزدیک خونتونم. آقا با کت شلوار اومد. گفتم کجا بودی؟ گفت رفتم برای این پیرزنها و پیرمردا، خیلی از این کارهای خیر میکنه، مجانی میره براشون میزنه، تو هیچ کنسرتی پول نگرفته از حالا تا حالا. ولی اونم مثل من زبونش تلخه، چرا؟ حرف حق میزنه. در هر صورت آمد گفت که این آقا اینجوری من الان درست میکنم. گفتم خب بذار برات یه موکتی بیارم بندازم اینجا، یه لباسی بپوش. اینا من رفتم دنبال مقوا و موکت بگردم، اومدم دیدم این خوابیده با کراوات رفته زیر ماشین، چیزارم درست کرد. آقا اینها اشکالش این بود، یه زده بود با پیچگوشتی زده بود این کاتالوگ کانورتر رو سوراخ کرده بود. گفت آقا این اون مواد توش ریخته خفه میکنه، به این خاطر هست که شما روشن میکنی، میری همچین که اینا جمع میشه اگزاز از اون ور اینو خفه میکنه، تو اینو سوراخ کن یا اگر میتونی یه سرش کن درست میشه. دستش درد نکنه، خیلی ممنون و متشکرم. پس اینم سعید سکویی نبود، سعید کابوسی بود. سعید سکویی که اصلا دیوانه است. اون دار کانستیتوشن هالم دوستان اسمش هست Daughters of the American Revolution، یعنی دختران آمریکایی انقلاب، و بهش میگن دار کانستیتوشن هال. آسیا به نوبت براتون اینجا بذارم، یکم هم شاید بخونم. این بیام ببینم آسیا به نوبت، بله من اینجوری کپیش کنم رو این بذارم دیگه، خودتون میتونید پیدا کنید. شما ببینید مثلا اگه اینو به ما درس داده بودن تو مدرسه، ما یاد میگرفتیم به اینایی که خیلی از دعا و سلچی صحبت میکردن، اینو میگفتیم گر دعاهای تو میسازد مجاب، با دعایی گندم خود را بساب. حالا اینجوری بوده ماجرا، رفت روزی زاهدی در آسیاب، آسیابان را صدا زد با عتاب، گفت دانی کیستم من؟ گفت نه. گفت نشناسی مرا؟ ای روسیه این منم، من زاهدی آری مقام، در رکوع و در سجودم صبح و شام، ذکر یا قدوس یا صبوح من برده تا پیش ملایک، روح من مستجاب الدعوم، تنها و بس، عزت ما را نداند هیچ کس، هر چه خواهم از خدا آن می شود، با نفیرم زنده بی جان می شود. یعنی اگه نفرین کنه زنده می میره، نفیر همینه. حال برخیز و به خدمت کن شتاب، گندم آوردی برای آسیاب، زود این گندم درون دلو ریز، تا بخواهم از خدا باشی عزیز، آسیابت را کنم کاخی بلند، بر تو پوشانم لباسی از پرند، صد غلام و صد کنیز خوبرو می کنم امشب برایت آرزو. آسیابان گفت ای مرد خدا، من کجا و آنچه می گویی کجا، چون که عمری را به همت زیستم، راغب یک کاخ و دربان نیستم، در مرامم هر کسی را حرمتی است، آسیابم هم همیشه نوبتی است، نوبتت چون شد کنم بار تو باز، خواه مؤمن باش و خواه
خواهی بی نماز. باز زاهد کرد فریاد و عتاب، کاسیابت بر سرت سازم خراب. یک دعا گویم سقط گردد خرد، بر زمین ریزد همه بار و پر برد. آسیابان خنده زد ای مرد هم، ارچه بر بیهوده میریزی عرق. گر دعاهای تو میسازد مجاب، با دعایی گندم خود را بساز. این برای اینایی که از این اون پول میگیرن که براشون چیز کنن. و اما حالا اگر از همه ادیان خسته هستید رفتید سراغ دراویش، این هم درویشای این دور زمان. اون یکی پیرتره که دوم میاد مرده، ولی من هر وقت اینو میدیدم میگفتم این چقدر صورتش ازگیل مزگیل و خالو. ما یه چیزی اینجا اون در اومده و 600-700 دلار رفتیم خرج کردیم، جراحی کردیم، حالا بهتر شده. آقا درود و سلام بر همه، من دیر رسیدم. نه عزیز من آقای فاتحی، شما خیلی هم دیر نرسیدی. من امروز برنامه رو زودتر شروع کردم، چون برنامه از جمعه که اومده یه شنبه یه دو تا برنامه داشتم که کلن فراموش کرده بودم تا امروز صبح. یکی از اونا اینه که باید شرکت کنم در یک انجمن خیریه‌ای که از 2 تا 5 است و درباره اینم بعدا صحبت میکنم، ولی هیچ اشکالی نداره. ضمن اینکه ما خوشحال میشیم وقتی شما همراه هستین، با ما اینجا هستین، ولی بعدا میتونید این برنامه رو از اول نگاه کنید. ضمن امروز این برنامه رو که میذارم، برنامه روز جمعه رو میذارم که 2 ساعت یه جوری سرتاش هم بیاد. از هفته دیگه من یه شنبه ها با شما هستم، مگر اینکه تغییراتی ایجاد بشه و افرادی بخوان برنامه داشته باشن که ما از کار بیرون کم کنیم بیایم داخل. هرچی اینجا به اصطلاح ما نتونیم درآمد داشته باشیم، حمایت داشته باشیم، هی اینجا رو کم میکنیم میریم بیرون. تعارفم ندارم، من همین دیروز بلند شدم رفتم، 6 صبح رفتم، 12 برگشتم. خب مثلا 140 دلار، بعض وقتا یه پولی بیشتر 200 دلار، بعض وقتا 400 دلار آدم میسازه. دیگه نمیخواد بشینه اینجا یه احمقی بیاد شما رو سر کار بذاره، آقا نمیدونم شما رو حساب تو بفرست، آقا نمیدونم بانک تو ایران داری، فلان داری، اینها بعد لوس بازی، نونور بازی. ولی خب هستن یه کسایی هم که حمایت میکنن. اگه حمایت کردین تلویزیون مردم رو، اون کار رو ادامه بدید. اگر حمایت نکردید از خودتون سوال کنید چرا حمایت نکردید، از امروز حمایت کنید. این فیلم هم به شما نشون میدم و با این فیلم از شما خداحافظی میکنم. این فیلم خیلی جالبیه که هم اولی میگه من هیچ ادعایی ندارم، ولی با دقت اگه نگاه کنید ببینید مرتکه خیلی هم داره ادعا میکنه، هم دومی قدم به قدم قدم به قدم میاد جلو که شما که اینجا هستید خوبه، اون که اونجا هست خوبه، این که گناه باده خوبه، بعد آخر از همه دیگه خودتون ببینید من چی بگم. خیلی ممنون که با ما بودید. لطف کنید برنامه رو اگه از یوتیوب هم ببینید برای دوستانتون لینکش رو بفرستید. روز روزگار بر شما خوش، با امید فردای بهتر و آیندهی روشن‌تر. مرسی. کامرای 3 خدمت شما دوستان. دوستان ببینید اینا دراویش ایران هستن، دراویشی که خودتون ماجراهاشونو میدونید. بعضی ها بگن که اینا اگه بیان حکومت رو بندازن چه خوب میشه، ما همه درویش وار زندگی میکنیم. بشنوید. این میکروفونم بیارم اینجا صدا. سلام الله علیه و آله اکمل و خاتم انبیا هست، اوصیا او هم نسبت به اوصیا سایر پیامبران اکمل هم، بلکه وصی او خود محمد است. بنده که این عنایت الهی در بارم شده است، بیان که از خودم ادعایی داشته باشم، بلکه ادعای من این است که خداوند به من داده. اولا مردک میگه بدونی که من ادعا داشته باشم، بعد بلا فاصله میگه البته ادعای من اینه، بعد اینم مثل شاه میگه این موهبتی است الهی که خدا به من داده. جاکش خدا کجا به تو اینو داده؟ گوش کنید دوستان، خودم ادعایی داشته باشم، بلکه ادعای من این است که خداوند به من داده. من جانشین همه انبیا و اولیا هستم. Thank you.
دارند در بین کره به کره زمین محبت بیشتری داشت. از همه بهتر بود به دلیل اینکه پیامبران رو فرستاده. در کره زمین هم بهترین جایش ایران خود ماست که و مشرق زمینه که ازش کتاب برامدن این بزرگان. در بین بزرگان هم بهترینشون پیغمبر خود ماست خیلی، و در بین امت اون پیغمبر بهترینشون ماها هست. در بین این ما شده بهترینشون اونایی هستم که در یه آخوند کاخکی میگفته در گناباد هست. بهترین گنابادی هم همین کاخکی ها هست. بهترین کاخکی ها اهل منزل من هستن. بهترین اهل منزل هم خود من هست. خب خوشتون اومد. چجوری بهترین و گوهترین و گوهترین و گوهترین رو گفت، آخرم رسید به خودشون گوه بزرگ. و بریم برنامه آقای حسن ارشاد، برنامه شماره 402 ایشون رو هم ببینیم. خیلی ممنون که با ما بودید. روز روزگار بر شما.